قهوه خونه که تموم میشه راه میفتیم سمت امینونو. اینم همسفر من که گرما خیلی بهش ساخته. اول یکم واسه گربه ها غذا میذاریم. سوار مترو مارمارای میشیم و میخواییم ایستگاه سیرکجی پیاده شیم. اینجا ایستگاه بستانجیه. دقیقا پشت ایستگاه یه کافه خوشگله. از مارمارای که پیاده میشین حواستون باشه بقیه پولتون رو بگیرید. امینونو بخش حیاتی از تاریخ استانبوله و به عنوان یه مرکز تجاری و بازرگانی اصلی شهر شناخته میشه. قدم زدن تو خیابونای امینونو و این محله واقعا لذت بخشه و هرچقدر بیشتر اونجا قدم میزنین جاهای قشنگتری رو کشف میکنین. اینجا پر از ساختمان‌های قدیمی و تاریخیه که کلی داستان پشتشونه، ولی منم متاسفانه خیلی از این داستان‌ها رو نمیدونم. قدم زدن توی این خیابونا آدم رو پرت میکنه به گذشته. درسته که ما دنبال قهوه ایم، ولی هر بار که میایم توی محله بر خریدن قهوه از دیدن این همه زیبایی سیر نمیشیم. ببینید این چه صحنه جالبیه. این مجسمه که اینجاست و این آقایون که دقیقا کارشون همینه و دارن همدیگر مشتمال میدن که یه ذره خستگیشون در بره. اینا همون شاه بلوطه که بهش میگن کستانه و خیلی خوشمزه درستش میکنن. اینا هم سیمیتای معروف. توی این بازارا هر چی که دلتون بخواد پیدا میکنید. اینجا بازار بزرگ ادویه است یا همون میسیر چارشی، پر از ادویه های متنوع و عطر و بوی خوب. یه سری ادویه هم هستش که اصلا من نمیشناسم. این بازار ها راستش خیلی شلوغه، ولی حالا هوای خوبی داره. یکم که بریم جلوتر عطر قهوه های مهمت افندی شروع میشه. البته بذار از عطر ساندویچای بازار بگذریم. Which one do you prefer? Which one do you say? That's also a good choice, you know. Ahmet, 1 kilo. Kalını var mı? Ruanda'dan. Başka bir şey yok değil mi abiler? Başka bir şey istemiyor. Onları nasıl çünkü Kerem? این آقای داش از کیوان برای انتخاب قهوه کمک می‌گیره. You can see they're very consistent. They're the right size. The roast is not too dark, not too light. It's aromatic. It's really good coffee. This one. Abi 25'lik. So you prefer this? Yeah. Yeah, but this one and this one. And that one. This that one rather than this. This is much more. Okay. Thank you very much. و غذاها و ساندویچ‌های خوشمزه بازار. اصلا امکان نداره که بیاین بازار و هوس نکنین یه ساندویچ خوشمزه بخورین. جیگره بعد یه خوری دلوگل بست.
میخوام یه تیکه از سفرنامه استانبول منصور ضابطیان رو براتون بخونم. گاهی آدم در سفر باید بی هدف از خانه بیرون بیاید، بی هدف راهی را بگیرد و بیان که هراس گم شدن و ذوق زدگی رسیدن به مقصدی مشخص را داشته باشد، پرسه بزند. اینجا همان پرسه زدن است که مهم می شود. برخورد با ساده ترین چیزهای زندگی مردم آن شهر که همیشه زیر اشتیاق دیدن مناطق توریستی و معروف پنهان می شوند. چه کسی می تواند بگوید که دیدن چند بچه که دارند بازی آشنا برای خودشان و غریبه برای تو را در پس کوچه ای انجام می دهند از دیدن بزرگترین عمارت آن شهر جذابتر نیست؟ چه کسی میتواند بوهای جاری در بازارهای قدیمی را ارزش گذاری کند؟ چه کسی میتواند صدای مردم یک شهر را در سایتهای گردشگری معتبر و غیر معتبر پیدا کند؟ یا چه کسی میتواند لذت دست کشیدن ممتد روی دیوارها و نرده‌ها یا راه رفتن بر لبه جدول یک شهر ناآشنا را کتمان کند؟ سفر تنها پدیده‌ای درگیر با حس بینایی نیست. سفر وقتی کامل می شود که آدم بتواند حواس پنجگانه را هم سفر کند و به درکی درست از مقصد برسد.